امروز همچنین 23 نفر از نمایندگان وزیر علوم و در 93 روز وزارتش برای پاسخگویی به سوالاتشون به بهارستان دعوت کردند. اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس قبلا از پاسخهای وزیر قانع نشده بودند و برای همین تصمیم گیری درباره این سوال به صحنه علنی کشیده شد. علت عدم پایبندی جناب آقای دکتر فرجی دانا وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به تعهدات در انتصاب مدیران چیست؟ نماینده سوال کنندگان و وزیر نیم ساعتی نظرات خودشون رو درباره سوال مطرح شده بیان کردن. افرادی نصب شدن که خودشون در ایجاد التهاب در دانشگاه ها در دوره های مختلف نقش داشتن. بیاناتی که گفته شده است دقیقا در دولت گفته شده است که در وزارت اطلاعات استعلامی شده است. بنده رسا و بلند اعلام میکنم یک پیام بیشتر ندارد این انتصابات، و اون شایسته سالاری است، و اون این هست که ما از فرزندان نظام در جایی که شایسته اون حسن استفاده میکنیم. اختیار قانونی هیچ نهادی رو هم زیر سوال نمیبرد. به محض اینکه اون نهادهای قانونی اعلام حکم بکنن، بنده بر ذمه خود میبینم که اون رو انجام بدهم، چون ما ملزم هستیم که از قانون تبعیت کنیم همه ما. در این جلسه نبویان به نمایندگی از سوال کنندگان از وزیر علوم مستنداتی از پاسخ وزارت اطلاعات به استعلام مسئولانی که در دوره وزارت فرجی دانا منصوب شدند ارائه کرد. معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویی جناب آقای، من اینجا مجبورم آقای وزیر، جناب آقای من ایشون فرمودن که استعلام نشده یا استعلامشون مثبته. من ببینید اینجا به نماینده های این استعلام رو نشون میدم. استعلام شده، جواب استعلام این است: برابر نظر مراجع ذی صلاح آقای فرجی دانا، انتصاب نام برده به عنوان معاونت دانشجویی وزارت مطبوع به مصلحت نمی باشد. جناب آقای سمنانیان معاون وزیر و رئیس مرکز هیئت امنا، من نظر باز مراجع ذی صلاح نسبت به میخونم: طبق نظر مراجع ذی‌صلاح مشاوران الهی فاقد صلاحیت به کارگیری در پست مورد نظر میباشد. اینا را اگر آقای وزیر از این افراد خواستن من خدمت شما میدم. آقای وزیر مواردی اگه دارید که اینا مسئله ندارن رو حداقل معرفی کنید، و این حیفه، واقعا داره سلب آرامش میشه. اگر مدارک بیشتر خواستید پیش من هست. خیلی ممنون، متشکر، بسیار خوب. خب نمایندگان محترم قانع نشدن از پاسخهای جناب وزیر.